یخ در بهشت اسم دسر خوشمزه‌ایه که امروز میخوام براتون درست کنم. این اولین دسریه که مادر بزرگم برام درست کرد و بهم یاد داد. خیلی ساده است و برخلاف اسمش اصلا یخ نداره، بلکه خامه‌ای و لطیفه و با گلاب فراوان درست میشه. پس خیلی خیلی ساده است. مقداری شیر برمیدارم. شما میتونید از شیر بادام و یا شیر برنج استفاده کنید و کمی آرد برنج نیاز دارید. پس یک دسر بدون گلوتنه. شما میتونید از نشاسته ذرت هم استفاده کنید و مقداری شکر. من از شکر سفید استفاده میکنم چون میخوام رنگ دسرم سفید بمونه، ولی شما میتونید از شکر قهوه‌ای استفاده کنید. روی حرارت ملایم هم بزنید تا غلیظ و خامه‌ای بشه و چون نمیخواید گلوله گلوله بشه، همینطور به هم زدن ادامه بدید. حتما دیواره و کف ظرفتونم هم بزنید تا ته نگیره. این دسر فوق‌العاده‌ایه، مخصوصا وقتی تزیینش کنید و البته با اینکه خامه‌ای و غلیظه خیلی هم سبکه، پس دسر خیلی مناسبیه، به خصوص بعد از یک غذای سنگین ایرانی مثل گوشت و برنج. فقط گلوکوزی که بدنتون بهش نیاز داره رو بهتون میده. مخلوطمون خیلی سریع داره غلیظ میشه. کمی هل تازه بهش اضافه میکنم. واقعا هل عطر بی‌نظیری داره. آدم رو مستقیم به خاورمیانه میبره. و بعدش هم گلاب مورد علاقم رو بهش اضافه میکنم. واقعا که محشره. کمی از این شما رو به یک باغ روز ایرانی میبره. دیدید که این نه روغن داشت و نه کره. خب حالا من میخوام این دسر رو بعد از اینکه یکم خنک شد یکم مدرنش کنم. شما میتونید این مخلوط رو در گیلاس های زیبا بریزید و بذارید چند ساعت داخل یخچال تا خنک بشه و میتونید ساده میلش کنید و یا اینطوری مثل من که با پشمک ایرانی تزیینش کردم. پسر من عاشق اینه و میگه شبیه پشم گوسفنده. یه روش غیر سنتی دیگه این دسر ترافل ایرانی منه. با درست کردن یک شربت ساده شروع کنید و یک گلاب حسابی هم بهش اضافه کنید. چند تا برش کیک آماده و یا خونگی رو بردارید و به سلایه تقسیم کنید و یکی رو در ته ظرف ترافل یا یک کاسه بزرگ شیشه ای قرار بدید. شربت گلاب رو به کیک اضافه کنید. با این اطمینان که کیکتون کاملا خیس شده باشه. نگران نباشید، خمیر نمیشه. این کیک رو خیس نمیکنه چون هیچی بدتر از کیک خشک تو ترافل نیست. یک لایه از یخ در بهشت رو به همراه میوه دلخواهتون اضافه کنید. من اینو با زردالو دوست دارم. مقداری خلال پسته و لایه بعدی کیک، ولی این یکی رو به آرومی به پایین فشار میدم. همه مراحل تکرار میشن تا کیک و یخ در بهشت تموم بشه. برای روشم از خامه زده شده و خلال پسته، بادام و گل سرخ استفاده کنید و با چند عدد برگ‌های طلایی تزیینش رو تکمیل کنید. به این ترتیب شما برای خودتون یک ترافل قشنگ ایرانی درست کردید. یخ در بهشت من هم به شکل ترافل و هم در گیلاس‌های مارتینی. طعم هل و گلاب کاملا قابل تشخیصه. احساس می کنم الان توی باغ زیبای ایرانی هم.